شهروندان ارمنستان روز دوشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کنند. ناظران بین‌المللی چون ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا برای نظارت در روند انتخابات در شعبه‌های اخذ رأی حضور دارند. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده به احتمال بسیار زیاد سرژ سارکیسیان رئیس جمهوری کنونی در نبود رقیب جدی برنده این انتخابات خواهد بود. آقای سارکیسیان هنگام انداختن رأی خود در صندوق گفت که هدف او ایجاد آینده‌ای امن برای ارمنستان است، کشوری که به علت مناقشه قره‌باغ سال‌هاست در محاصره اقتصادی ترکیه و آذربایجان قرار دارد. رافی هوانیسیان، رهبر حزب میراث و اولین وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان استقلال یافته، تنها رقیب جدی سرژ سارکیسیان محسوب می شود. آندریاس خوکاسیان، یکی دیگر از 7 کاندیداست که از آغاز مبارزات انتخاباتی دست به اعتصاب غذا زده و انتخابات را تحریم کرده است.